و اما در مورد لیمیت افکتس، شما با زدن این مثلث میتونید به لیمیت افکت دسترسی داشته باشید. لیمیت افکت کاربرد فوق العاده جالبی داره، به این معنا که شما میتونید یک رنگ خاص رو فقط توی تصویر اصلاح بکنید و روی تمام تصویر تأثیر نمیذاره اون اصلاح رنگ شما. به طور مثال اینجا ممکنه کارگردان از شما بخواد که قرمزی این کت این بازیگر رو کمتر بکنید، ممکنه خیلی توی چشم باشه و چهرش کمتر دیده بشه و شما نیاز داشته باشید که این کت رو کم اثرتر بکنید توی تصویر. همونطور که شما اینجا می‌بینید ما یه قطره شکون داریم، با کلیک کردن روش میتونیم بیایم و رنگ اصلیمون رو انتخاب کنیم. به طور مثال این رنگ قرمز. برای بار دوم اگر من این قطره چکون رو بزنم و شیفت رو نگه دارم موقع سلکت کردن، همونطور که شما دیدید گستره بیشتری رنگ رو انتخاب میکنه و یه مقدار به این سلکشن من اضافه میشه. اگر من بخوام ببینم که الان توی تصویرم کجاها انتخاب شدن، میتونم این کلید رو بزنم و دقیقا به من نشون میده که الان چه رنگ هایی رو توی تصویر انتخاب کرده. از طریق این اسلایدر من میتونم گستره رنگی رو که انتخاب کردم یه خورده بیشتر بکنم و به طور مثال قرمزی بیشتری رو انتخاب بکنم. شاید یکی از مشکلاتی که رنگ قرمز داشته باشه، مخصوصا توی اصلاح رنگی که یه موجود زنده که البته نه، یه آدم در واقع توی تصویره، این مشکل هست که پوست آدم رنگ قرمز توش زیاده. ولی خب اینجا همونطور که شما می‌بینید خیلی خوب انتخاب کرد فاینال کات رنگ مورد نظر ما رو. من میتونم یه مقدار سلکشن همون باز بیشتر بکنم و تا جایی که بازیگرم زیاد صورتش انتخاب نشده که در واقع اینجاست میتونم جلو برم. قسمت پایین شما به شما در واقع این قسمت Edge Thin و Softening به شما اجازه میدن که این سلکشنتون رو یه مقدار نرمتر بکنید. من یه خورده نرمتر میکنم سلکشنم رو تا خیلی برش رنگ ناجور دیده نشه. یه مقداری هم از این لبه سلکشنم رو بیشتر میکنم با Edge Thinning، یه خورده نرمتر و کافی. خب من دوباره کلید رو میزنم و حالا شما میتونید اصلاح رنگتون رو فقط روی این روی این کت انجام بدید. من اگر الان سچوریشن رو کم بکنم، همونطور که شما میبینید تمام تصویر ثابت میمونه و هیچ تغییری نمیکنه و فقط رنگ کته که کم میشه، یا برعکس اگه زیاد بکنم. اما نکته جالب اینه که من میتونم از طریق این اسلایدرها حتی رنگ کت رو تغییر هم بدم. به طور مثال نارنجی ترش بکنم یا ارغوانی ترش بکنم. تیره تر یا روشن ترش بکنم و یا رنگش رو خیلی ازش بگیرم که کمتر به چشم بیاد. ما اگر کلیپمون رو اینجا ببینیم، قبل و بعد، قبل از اینکه اصلاح بشه و بعد از اینکه اصلاح بشه، همونطور که شما می‌بینید شدت اثر رنگ قرمز توی تصویر خیلی کمتره. اما کار دیگه که میتونید با این روش انجام بدید اصلاح رنگ آسمون هست. من توی همین کلیپ اگر الان ریست بکنم کالر کورکشن هم و برگردن، این بار من میتونم با آی دراپر آسمون رو انتخاب بکنم و با شیفت یه مقدار بیشتر بکنم سلکشن هم. بیام از طریق این کلید ببینم که چقدر هست حجم جایی که انتخاب شده و یه خورده بیشترش بکنم. همونطور که شما میبینید ما یه مقدار نویز داریم اینجا. فکر کنم یه مقدار رنگ آبی بیشتری باید انتخاب بشه. بله، یه خورده نرمتر و یه خورده هم
لبه دار بودن این رنگ ها بد نیست. یعنی در واقع رنگ رو اینجاها یه مقداری ترکیب میکنه تا از برش خوردن رنگ جلوگیری بشه. من حالا میتونم برگردم به شرایط عادی و رنگ آبی رو یه مقداری آبی تر بکنم، یه مقداری سبز تر بکنم، قرمز تر بکنم، که البته خیلی میتونه آسمون مریخ باشه نه آسمون زمین، ولی در هر صورت تغییراتیه که شما میتونید توی تصویرتون اعمال بکنید و باز هم رنگ آسمون رو کمتر بیشتر بکنید یا تغییر مورد نظر خودتون رو بهش اعمال بکنید. نکته بسیار جالب و فوق‌العاده‌ای که در مورد این لیمیتینگ وجود داره اینی که نه تنها شما فقط میتونید اصلاح رنگ بکنید، بلکه میتونید خیلی کارهای دیگه هم اینجا انجام بدید. در واقع از مسکی که این کلید براتون میسازه، چون یه مسک قابل تغییر هست و همزمان با ویدیو تغییر میکنه، شما میتونید به جای این تصویر یک آسمون با ابرهای خیلی زیاد این پشت بندازید، یا به هر صورت هر کاری که دوست دارید با این آسمون انجام بدید. عین اینی که براتون یک کی کروماکی انجام داده باشه. امیدوارم که از اصلاح رنگ بتونید توی کارهاتون به بهترین شکل ممکن استفاده بکنید.